یکی از چیزایی که راه رو می‌بنده تصمیمات خلق و ساحه هستش. یک صادر کننده باید کارش با پیشبینی باشه، یه تولید کننده کارش باید با پیشبینی باشه. فروردین 1402 بود که اولین قدم برای پیشبینی پذیر شدن اقتصاد برداشته شد. مصوب شد که مقررات کسب و کاری که در درگاه ملی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد، اگر ثبت نشه الزام آور نخواهد بود. اما این اتفاق تنها پادزهری برای آشفت بخشنامه‌های یک شبه نبود. قوانین دست و پاگیر اجازه رشد و توسعه رو نمیده. بخشنامه‌های متعددی که صادر میشن واقعا متضاد هستند، فضای کسب و کار رو به اصطلاح مخدوش میکنن. و یکی از بندهای قانون بهبود محیط کسب و کار چاره این تعدد بخشنامه‌ها بود. ماده 24 قانون دولت رو مکلف کرده به اینکه اقدامات خلق الساعه برای حالا مدیریت بازارهای مختلف یا مدیریت بخش‌های مختلف نداشته باشه. دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس شورای اسلامی مصر هست که به سرعت وارد حوزه اجرای این قانون بشه. در طول سال 1402 تلاش ها برای تصویب آیین‌نامه این ماده ادامه داشت. امیدوار هستم که این مصوبه در مهر ماه در هیئت دولت هم بررسی و ابلاغ بشه. فکر میکنم بعد از بودجه سال 1403 بعد از لایحه در دستور هیئت دولت قرار خواهد گرفت. آیین‌نامه کاهش بخشنامه ها و جلوگیری از صدور یک شبه آنها بالاخره در بهمن 1402 تصویب شد. بعد از حدود 12 سال از تصویب ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار، روز یک شنبه هیئت وزیران با آیین‌نامه اجرایی این ماده که پیشنهاد وزارت اقتصاد در دستوریت وزیران قرار گرفته بود موافقت کرد. حالا وزارت اقتصاد بعد از گذشت 12 سال از عمر تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار با جدول زمانبندی مشخص تمام دستگاه ها را در سال پیش رو از صدور بخشنامه های خلق الساعه منع می کند. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.